بله، دکتر مصطفی اقلیما، جامعه شناس و مؤسس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، درود بر شما. به خاطر حضورتون در برنامه متشکریم آقای دکتر. آیش میکنم، من خدمت شما همکار عزیز و بینندگان سلام عرض میکنم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشن. شوند. من میخواستم فقط حرف شما تصدیق کنم، من مددکار اجتماعی هستم، جامعه شناس نیستم. بله، چون توی بایوی که از شما آمد داشتم همیشه جامعه شناسی رو هم بهش اشاره میکنم. به هر جد ممنون و سپاسگزار از توضیحی که دادید، متشکرم. دکتر ببینید، من میخوام از مهمترین سوالی که توی این بحث همیشه پیش میاد، مخصوصا توی جامعه‌ای که یه مقدار نگاه سنتی تری داره، یه مقدار نگاه مرد سالارتری داره، شروع بکنم. و اونم این هست که خیلی ها اعتقاد دارن که رفتار زنها خودش میتونه مؤثر باشه در نوع برخوردی که با این زنها میشه. یعنی این که میگن برخوردی که با زنها میشه ناشی از رفتاریه که این زنها دارن. حتی بعضیا میگن که خود زنها میگن این مسئله رو، که عامل ترویج آزار جنسی خود زنها هستن. من با نگاهی که کردم به صحبت‌های شما در ارتباط با این مسئله، به این نتیجه رسیدم که شما یه مقدار با این قضیه آشنا هستید و یه مقدارم اعتقاد دارید به این قضیه. میتونید نظرتون یه مقدار توضیح بدین؟ ببینین، من یه قسمتی از آزار جنسی بودن گفتیم خودشون تقصیر دارن، نه اینکه واقعا تمام مسائل فقط خودشون هستن. یکی از مسائلی که وجوده قیافه من، صحبت کردن من، رفتار من در اولیه بعضی موقع به اون آقایون اجازه رو میده، اون فرد به خودش اجازه بده از من تقاضاهای نادرست یا رفتار نادرست با من داشته باشه. خب بعضی قیافه‌شون خنده روی دست خودشون نیست، بعضی هم واقعا فکر میکنن اگر خیلی صمیمی بشن مشکلی نیست، اما منی که اونور وایسادم فکر میکنم چون این خانم من خندید، من دیگه اجازه همه کاری دارم. چون در مسجد قدرت هستم، در قسمت براتای قرار کردم، اینجا میشه که ممکنه اون خانمی خلاط نخواد، اما ناخودآگاه در این جریان قرار میگیره. پس یکی از عواملی که از خودمون هستیم، من معمولا میگم تا من چیزی نخوام هیچ کس حریف من نمیشه. خب خیلی از جاهام هست، البته شما یک اشاره‌ای به مسئله قدرت مردها کردید، مخصوصا در محیط‌های خب کاری، ولی خیلی وقتا هم هستش که زنها مخصوصا وقتی شرایط اقتصادی ناهنجار باشه، وقتی که مشکل پیدا کردن کار وجود داشته باشه، خیلی از زنها به خاطر اینکه خب دارن شکم چند نفر رو سیر میکنن، مجبورن به خاطر اینکه بیکار نشن، فکر میکنن که اگر مثلا میگیم مقدار راحت‌تر با طرف برخورد کنن یا زیر سیبیلی رد کنن صحبتاشو، شاید مثلا چیزی اتفاق نیفته در آخر سر. ببین، من همیشه با خانوما حتی با دانشگاه میگم میگم اگر شما مایل نباشین انجام نمیشه، اما فکر نکنین با یه خورده میتونین کارو تموم کنین. اگر شما قدم اول برداشتین دیگه جلو کارتون نمیتونین بگیرین، چون من این اجازه رو پیدا کردم، از حد خودم رفتم، پیش دیگه قابل برگشت نیست. بله، همونطور که شما فرمودین، یکی از عوامل و دیگه ای که باعث میشه خانوم ها به این عمل یا به این اجازه داده بدهن به آقایون که باشون این حرکات رو انجام بدن، مشکلات مالیشونه که فکر میکنن، نه که فکر کنن، واقعیتی داره. اگر یک کمی توجه کنن، مثلا در شرکت ها و در سازمان های نیمه دولتی، نه دولتی، اونجا تا اون فرد میتونه منو به راحتی از روی کار برداره به خاطر موندن در کار و نیاز و احتیاج. خب همه نه، برای که بعضی میگن خب ورشون میریم بیرون، اما خب خیلی در این زمینه گرفتار میشن. این کار دیگه نمیتونیم بکنیم. ما اگر بخوایم مسائل این مسائل حل شه، ما باید امکانات و شرایط اجتماعی رو طوری فراهم کنیم که من آقا نتونم از این امکانات هم سوء استفاده کنم و بیام در این قسمت ده، که بتونم از بازنا این تفکر و این فکر رو انجام بدم، حالا هر کاری که فکر میکنم نادرسته انجام میدم. ببینید، این حرکت برای آقایون هیچ وقت، هر خانم ریس بشه هیچ وقت خانم ها این کار نمیکنن و نمیکنن، جامعه هم بهشون اجازه نمیده و خودشون هم این کار میکنن، اما متاسفانه قدرت تصمیم گیری و حتی انتخاب اخراج در دستگاه ها، در بخش خصوصی دست آقایون. خب اجازه بدید من ببینم در ارتباط با صحبت های شما تا اینجا، خانم دکتر مهدیس کامکار، روان پزشک از تهران، مثل شما روی خط تلفنی ما هستن. خانم کامکار، نظر شما چیه در مورد صحبت هایی که الان شنیدید؟ منم خدمت شما سلام عرض میکنم. ببینید، در مورد این بحث آزار جنسی یا خشونت جنسی، به نظر من ابعاد این مقوله خیلی در این حال که
میشه گفتش که مورد تأسفه که در فضای شغلی و کاری شهروندی در همه جوامع وجود داره و در جوامع مثل جامعه ایران هم وجود داره قابل بررسی هست. منتها منظورم این است که باید از ابعاد مختلف بررسیش کرد، چون هم بود حقوقی داره، هم بود فرهنگی داره، هم بود اجتماعی داره و هم بود شخصیتی یا به عبارتی بود روانی داره. در واقع این بحثی که الان شما با آقای دکتر آغاز کردین در این مورد که خود زنان چه نقشی میتونن داشته باشن، چه سهمی میتونن داشته باشن در مورد پذیرش آزار جنسی یا ایجاد آزار جنسی، من فکر میکنم که شاید شرایط ناگزیری که به لحاظ حقوقی، یعنی شرایط شغلی و اجتماعی یا مادی که زنان رو وادار میکنه که به دلیل هویت فرودستی که دارن برای ابقای شغلشون و حفظ شغلشون با سکوت برگزار کنن، شاید به دلیل فرهنگی که اگر کسی مورد تعرض جنسی قرار میگیره، حالا به هر شکلی که هست، در هر سطحی که هست و هر شدتی که هست، اگر که بخواد اعتراضی بکنه و راز سر به مهر نباشه، ممکنه که به دلیل بسیار بسیار زیادی که هر زنی در هر سنی تجربه کرده خودش شریک جرم محسوب بشه و وادارش بکنه به دلیل این تجربه ناخوشایند که موضوع رو به سکوت برگزار بکنه، و شاید به دلیل تجربه اجتماعی که همین چیزی که آقای دکتر حالا بهش اشاره کرده و من باش اصلا موافق نیستم که شاید رفتار یک زن باعث میشه که تعرض جنسی مورد تعرض جنسی قرار بگیره، و من فکر میکنم که اگه در واقع شرایط فرهنگی درستی ایجاد بشه، نه این شرایط به یک مرد اجازه میده که عذاب گلالود ماهی بگیره و نه برای یک زن این شرایط رو فراهم میکنه که بخواد اصلا این بستر نامناسب رو فراهم بکنه. بنابراین اگر که شرایط فرهنگی و اجتماعی مناسبی باشه برای کار و شغل سازی و ایجاد شغل مناسب برای کار کردن دو جنس به عنوان شهروند در کنار همدیگه، اصولا چنین گرایشی برای اینکه بستر نامناسبی فراهم بشه اصلا وجود نخواهد داشت که چه یه نفر بسترش رو فراهم کنه و چه یه نفر بخواد سیدش رو بکنه. در مورد بود روانی و در واقع شخصیتیش هم مسئله این است که چقدر یک زن از نظر هویتی بتونه ستم پذیری رو قبول نکنه. بله، اجازه بدید در موردش مقدار بیشتر هم با شما هم با دکتر اقلیما صحبت بکنیم. الان خانم لیلا کوکبی روی خط تلفنی هستن از تهران. خانم کوکبی درود بر شما، صدای منو دارید؟ سلام حمید جان، ممنونم صداتونو دارم. بله، ببینید دقیقا همین سوال رو ما توی فیسبوک گذاشتیم و شما به این سوال جواب دادید. من میخوام ببینم نظر شما چه هست. صحبت های دکتر اقلیما رو شنیدید، صحبت های خانم دکتر هم شنیدید، میخوام ببینم شما به عنوان یک زن ایرانی چه نظری دارید با توجه به شرایطی که الان وجود داره. خانم کامکار خیلی بیشتر موافقم تا آقای دکتر اقلیما، به خاطر اینکه آقای دکتر خودشون یک مرد هستن، حالا شاید به نوعی دارن از مرد ها حمایت میکنن. تو جامعه ایران متاسفانه به زن اینجور یاد داده شده بیرون نخند، سرت پایین باشه، به مرد نگاه نکن، نمیدونم رنگ روشن نخوش. خانم کوکبی یه خواهشی از هم از شما دارم هم از دو مهمان دیگر برنامه، صدای تلویزیوناتون رو کم کنید. چون صدای تلویزیون من کمه حمید جان. ولی کلن بگم همه توی ایران یه نگاه سنتی از اول، یعنی به این مسئله دارن که دخترها باید و زنها توی اجتماع اینطور باشن.
حتی اون خانمی که نمیخنده، حتی اون خانمی که سرش پایینه، حتی اون خانمی که از رنگهای شاد زننده حالا آرایش‌های غلیظ هم استفاده نمیکنه، مطمئن باشید مورد تعرض و آزار جنسی تو ایران قرار میگیره. به خاطر اینکه تو ایران یک جوی هست تحت عنوان اسلام، اسلام به مرد این اجازه رو میده 4 تا زن داشته باشه و 40 تا سیغه، و این مرده که به یه نگاه ابزاری به زن میکنه و این نگاه جنسیتی و ابزاری باعث میشه که تمام زنها متاسفانه تو تمام محیط های کاری این مسئله رو داشته باشن که اون مدیر یا اون صاحب کار بهشون اون نگاه رو داشته باشه. من نمیتونم توجیه کنم که یک زن خودش حالا میتونه زمین ساز این مسئله باشه. به این مسئله طبق نظر خانم دکتر کامکار باید فرهنگ سازی بشه و ما باید فرهنگ سازی بکنیم و متاسفانه تو ایران چیزی تحت عنوان فرهنگ سازی اصلا نداریم. من خودم به عنوان کسی که با یک فیلم ساز داشتم اینجا کار میکردم بهتره بدونین که اومدیم کار فرهنگی بکنیم و بلوغ زودرس رو تو ایران داشته باشیم. الو جانم بفرمایید. ببخشید متوجه کردم که صدام قطع شد. کارگردان ما اومد این فیلمنامه رو در اختیار آموزش پرورش داد که آموزش پرورش بیار داده به دخترات پسرات و این بلوغ زودرسی که داره توشون شکل میگیره و باعث هنجارها و آزارهای جنسی تو جامعه میشه بودجه به من بده من فیلم برات بسازم. اما متاسفانه آموزش پرورش این بودجه رو نداد، مجبور شدیم رو بندازیم به شهرداری. شهرداری یک بودجه خیلی اندک داد. یعنی شما فکر کنیم بابت فیلم‌های مزخرفی که مردم به برفک دیدن اونا رو ترجیح میدن حاضرن دقیقه 1,000,000 پرداخت کنن، اما بابت یک کار فرهنگی شهرداری و آموزش پرورش فقط دقیقه 200,000 تومان داد. شما خودت یک کسی هستی که در رابطه با فیلم سازی و بودجه‌ای که داره تعلق میگیره و هزینه‌ای که داره کاملا اشراف داری، حمید جان چرا باید تو ایران کار فرهنگی نشه؟ چرا باید بودجه داده نشه؟ همین کارگردان الان میخواد راجع به زنان طلاق فیلم بسازه اما کسی ازش حمایت نمیکنه. این زنای طلاق همونایی هستن که تو محیط کار میرن، تو محیط اجتماع میرن کار بکنن و متاسفانه نگاه بدی روشون داره. اولا همه خود اون مدیر با دیدن سابقه کاری اون میگه خب این زن متعلق است پس خیلی راحت میتونم از اون سو استفاده جنسی بکنم. مرسی لیلا جان، ممنون و سپاسگزار از صحبتات. بازم روی خط بمون اگر وقت باشه حتما باید صحبت میکنیم. دکتر اقلیما، من میخوام صحبت های شما رو در ارتباط با حرفایی که شنیدید داشته باشم و اینکه شما به عنوان کسی که به هر جهت مددکاری اجتماعی خونده فرهنگ سازی رو چقدر مؤثر میدونید؟ ببینین صحبت های بچه ها دوستان کردن، همکار گرامی کردن، اما باید اینو بدونم من به عنوان یه مرد که بینگم صحبت میکنی ما همیشه باید یه اعتقاد بشیم اگر من چیزی نخوام هیچ کس نمیتونه کاری کنه. ببین تمام صحبت های کردن درسته، من کار دارم، مرده من بعد نگاه میکنه، فلان هست، محتاج هستم، اما هر کسی در هر جای دنیا، نه در ایران، در هر جای اگر اجازه نده کسی نمیتونه بهش نظر بد داشته باشه. حالا اگر من محتاجم، اگر آقای اقلیما آدم بدیه، اگر مردان نگاه اینطوری میکنن که ما میگیم هستن، من بهش اجازه رو دادم، من اجازه میدم یکی به من توهین کنه، من میتونم اجازه ندم. بله از کار بیرونم میکنن، محتاجم هستم، خب خیلی هم این کار نمیکنن. گفتیم یکی از عللش خودم هستم که میتونم حقو به کسی ندم. دومی عللش همتون میگن مسائل مختلفه. ما وقتی بحث فرهنگ سازی میکنیم، بحث زیربنا سازی میکنیم، بحث 50 سال کار میکنیم، حواس اینا نیست. اگر ما بخوایم امروز فرهنگ سازی کنیم در ایران، برنامه‌ای که می‌ریزیم باید بگیم 50 سال بعد مردا یه جور دیگه عوض شدن. بحث امروز که ما الان این مشکل چگونه برطرف می‌خوایم بکنیم، فرهنگ سازی رو باید از الان شروع کنیم، بگیم 50 سال دیگه این مشکل رو نداریم. اما از الان علاوه بر فرهنگ سازی ما باید آموزش‌های لازم بدیم، شرایط اجتماعی، شرایط کاری و شرایط که برای خانم هست بگیم. ببین آمار ما در کشور میگه ما 11% از کل خانمامون در کشور کار میکنن. ببین 89% خانم ما در منزل هم اصلا کار نمیکنن، 11% کار میکنن. بله اگر آقایون به خودشون اجازه میدن این کار بکنن، یه سریشون به خاطر اینکه پول دارن، گردنشون کلفتره، میتونن کسی رو بخرن،
خانم چرا نیازمند میشه حاضر این کار کنه. اون برمیگره به خودم. ما نمیگیم ما مردا خوبن. من همیشه وقتی صحبت میکنم میگم مشکل سر مرداست، اما من به عنوان یک خانم باید برای خودم ارزش قائل بشم. باید این اجازه ندم. درست اگر صحبت میکنم من آدرها جمع کنم، درست اگر صحبت میکنم که محتاجم، اگر صحبت رو عنوان کنم میگن خانم تقصیر خودت بود، اما من این اجازه رو نباید به کسی بدم.